نرم افزار خفن فوتوزوم رو من در ارزم به خدمتتون که جیم ویور آموزش دادم، ولی به صورت مستقل هم میخوام آموزش بدم، در دو سه جامعه این آموزش دادم. ارتباطم رو با اینترنت قطع میکنم و این رو به این صورت نصب میکنم، اسمش همه یوزرام استفاده کنن، باکی نیست، نکست. یک پلاگین هم به فتوشاپ من اضافه میکنه، اگر فتوشاپ پیدا نکرد میتونید اینجا کاستوم کنید. فوتو پینت رو هم برای فوتو پینت هم میخواد برای کورل نصب کنه که من نمیخوام. نکس میکنم، اسمش فوتو زوم 6 خواهد بود که گروپ میسازه و نهایتا اینستال میشه. این دوتا رو برمیداریم، فوتو زوم رو میاره بالا، این محیطش هست، باید ما این رو کرک کنیم. برای کرک اتفاقی که اینجا گفته شده رو باید با هم انجام بدیم. این رو فقط باید کپی کنید جایی که این نصب شده، به این صورت C Programs File Photo Zoom Paste، ریپلیس میکنید، جایگزین میشه و دیگه شما فوتو زوم رو میتونید از روی دسکتاپ یا همینجا اجرا کنید. ببینید که فوتو زوم حل شد. اینجا میخواد هارد دیسکتون رو اپتیمایز کنه و بفهمه که چه عکسایی دارید. قبول نکنید، کارش خیلی جالبه. اینجا یه عکس سمپل باز میکنه و اگه شما متوجه شید، من اندکی جلو میرم و میبینید که چند لحظه بعد تصویر رو رندر میکنه و مشکلاتش حذف میشه. حالا این طرف اطلاعاتی میده سمت چپ راجع به عکس، سایزش، RGB بودنش، سایزش از نظر اندازه، این از نظر حجمی که رو هارد دیسک میگیره، چند پیکسل برای این چه بحث رزولوشن یا DPI، سایز جدید میتونید بدید، میتونید رزولوشن رو عوض کنید، میتونید در این قسمت ریسایز متد، میتونید متدی رو انتخاب کنید و باهاش تصویر رو بزرگ کنید. فوتو زوم دیگه اسپلاین مکسش برای پرینت خیلی جواب میده، ولی این یه مقداری میشل نتراوالیه برای آوتدور هست و اینم برای پوسترهای بزرگ داخل که من میذارم روی اسپیشال اسپلاین مکس. و بعد حالا مثلا اندازه رو از 100% میبریم به 3 برابر. ببینید، به به، تموم شد. رزولوشن هم میتونید ببرید و پیکسل ها رو براتون ترمیم میکنه. خروجیش رو سیو میکنید با پسوند تیف. با پسوند تیف اگه سیو کنید دیگه اصلا به داده چاپ میخوره. جای پی جی هم که برای کارهای معمولی. اینجا رو میتونید دست بزنید، میتونم دست نزنید چون خودش این کار رو کرده. اینجا یه سری پریسیتز داره، مثلا برای عکس معمولی چی کارش کنم، برای عکس نرم و از این.